أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بعد از این که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه هدایای ملک سبا را رد کرد این دو مطلب را فرمود که اتم دوننه به مال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون ارجع الیهم فرمود این هدیه تأثیری بر ما ندارد با دو تا حرف داریم یکی درباره هدیه یکی درباره اون مهدی درباره هدیه ما به این گونه از هدایا دل نبستیم شما از دو جهت خوشحالید یکی این که می توانید یه همچه مالی را اهدا کنید به اهدایتون خرسندی دوم این که اگر یه همچه مالی به شما بدهند شما خوشحال می شوید شما هم به اهدا خوشحالی هم به هدیه ما نه به چنین اهدایی دل بسته ایم نه به چنین هدیه بل انتم به هدیتکم تفرحون هم من حیث الاهدا هم من حیث الهدیه این مطلب اول مطلب دوم فرمود به این که اینها باید تابع حکومت مرکزی باشند و اگر نیامدن ما اینها رو می آوریم این پیام روشن بود که پاسخ مثبت دارد وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فهمید اینا میان یعنی که در برابر این پیام مقاومت نمی کنند خود ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها قدرت مقابله ندارد ما که آمدیم کاری به مردم نداریم کاری به سرزمین نداریم این دولت مردان طاغی را اونجا بیرون میکنیم همین ولی نخرجن لهم منها اذلتن هم ساغرون این دو مطلبی بود که وجود مبارک سلیمان فرمودن معلوم بود که اینها میان اونگاه وجود مبارک سلیمان برای اینکه او را به دین آشنا کند یک معجزه انجام داد و برای اینکه خردورزی او را هم بیازماید یک آزمونی کرد اما درباره دعوت او به دین یک معجزه ارائه کرد فرمود کیست که تخت او را قبل از اینکه اینها به عنوان انقیاد به حکومت مرکزی بیایند پیش من حاضر کند قبل از اینکه اینها
منقاد بشوند انقیاد سیاسی، نه مسلم بشوند انقیاد الهی، بعدها مسلمان میشوند. فرمود اینا منقادن میان، اما انقیاد سیاسی نه انقیاد الهی. برای اینکه وقتی اینجا میان انقیاد الهی هم نصیبشون بشه، ما میخوام یه معجزه نشون بدیم. چیست که تقوی او را قبل از اینکه او بیاید اینجا حاضر کند؟ تو بحث های تاریخی و روایی و قصه و داستان یه مقدار اسرائیلیات هم مشهور کرده است، ولی بخشی را که زمخشری در کشاف و احیانا دیگران آوردن این است که این بانو قبل از اینکه از یمن به طرف فلسطین حرکت کند، این درهای اون قصر اختصاصی خود را یکی پس از دیگری بست که کسی به اون تخت دسترسی نداشته باشه. قصر اختصاصی هم بعد از چند قصر بیرونی بود. به تعبیر زاخشری و مانندهشون این قصور سبعه با ابواب سبعه آمیخته بود. چندین قصر بود که به منظره بیرونی محسوب می شود، اون قصر نهایی اندرونی بود. حالا این قصه چه اندازه درست است یا نادرست، ولی اجمالاً یه جای محفوظی برای اون تخت سلطنت در نظر گرفته بودن. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فرمود اینا میان به تسلیم سیاسی هم میشن، ولی ما میخوام اینها را به الهیت ذات اقدس اله دعوت کنیم، از جریان شمس پرستی و مانند اون نجات بدیم. ما معجزه میخواهیم. کیست که تخت ایشون رو قبل از آمدن ایشون بیاورد؟ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین بالانقیاد سیاسی. اونجا هم که در نامه بود فرمود بین که الله تعالی علیه و اعتونی مسلمین، اون گرچه دو احتمال داره، ولی این دو احتمال در طول همه، یعنی اول به عنوان اسلام سیاسی و انقیاد سیاسی بیایی تابع حکومت مرکزی بشی، بعد با مشاهده معجزات و آیات مسلمان خواهید شد. اونجا فرمود الله تعالی علیه و اعتونی مسلمین. اینجا فرمود قبل ان یعتونی مسلمین، من میخوام تختش حاضر بشه. این پیشنهاد. قال افریتون من الجن، این جن ها قدرت بدنی و حرکتشون زیاده، اما قدرت ادراک که بتوانند وحی الهی را اونطوری که هست درک کنند و مقام ولایت، نبوت، امامت، رسالت به این گونه مقام ها برسند نیست. ظاهرا در بین این جن ها هم پیامبری مانند اون نقل نشده. البته عالمانی دارند که با انبیا محشور می شوند و دستورها را می گیرند و به قومشون می رسند. این هست. وقتی حضرت فرمود ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی، من این کار را میکنم. بحث در دراز مدت نبود. اگر کار دراز مدتی باشد که معجزه نیست. حضرت فرمود قبل از این که اینها بیایند در این مدت کوتاهی این تخت خود اینجا مستقر بشه. لذا این افریت عرض کرد قبل از این که شما از مقامتون برخیزید من میارم. حالا آیا قبلا تقومه به مقامی که یعنی به اندازه نشست و برخاست؟ یا نه شما صبح که جلوس کردید برای انجام امور مردم، ظهر که مثلا برمیخیزید برای ادای تکلیف، قبل از اینکه شما از کارتون فارغ بشوید من میارم، ولی بالاخره در مدت کوتاه من میارم. عمده یه مسئله مدیریت است که در این آیه است و یه مسئله کلامی یا غیر کلامی که در این آیه است. مسئله مدیریتی در این آیه است عرض کرده و اینی علیه لغوی امین،
کسانی در خدمت سلیمان سلام الله علیه بودند و کارگزاران اون حضرت بودند، این دو ویژگی را داشتند که هم در کارشون کارشناس و نیرومند و مقتدر بودند و هم امین و پاک بودند. این دو رکن، دو عنصر محوری کارگزار است. اگر یک کسی مدیر لایق نباشه، مدبر لایق نباشه، در اون کار کارآمد نباشه، موفق نیست. اگر کارآمد بود ولی امین و پاک نبود، موفق نیست. اگر قرآن کریم سیاست را، کارگزاری را، مدیریت و مدبریت را مطرح میکند، میگوید هر کسی در هر سمتی که هست این دو وصف عنصری را باید داشته باشد، یعنی در اون کار کارآمد باشد یک، و پاک باشد دو. اینی علیه لقوی جن امین. مشابه این بحث در جریان سوره مبارکه یوسف گذشت. در سوره یوسف آیه 55 هم وجود مبارکه یوسف فرمود به این که در شرایطی که مصر گرفتار گرانی و قحطی است، خوشسالی است و مردم در زحمتند، این احتیاج دارد به یک مسئول اقتصادی که هم کارشناس خوب باشد، بتواند کشور را در حال بحران اقتصادی اداره کند و هم پاک باشد. و من هر دو صفت را دارم. در آیه 55 سوره مبارکه یوسف فرمود قالج علمی علا خزائن الارض. چرا؟ برای اینکه انی حفیظ و یک علی من دو، من اموال بیت المال رو خوب حفظ میکنم و کارشناس هم هستم. گاهی اون پاک بودن بر کارشناسی مقدم است، گاهی نیرومندی بر پاک بودن. این مربوط به رعایت فواصل آیات است. گاهی قوی بر امین مقدم است، گاهی حفیظ که همون معنای امین است بر علیم مقدم ذکر می شود. وجود مبارک یوسف فرمود کشور را کسانی اداره می کنند که مدیریت لائق داشته باشند عنصر اول، و پاک باشند عنصر دوم. و من این دو صفت را دارم. در حالی که مصر قحطی زده است، یک مسئول اقتصادی چون یوسف لازم دارد. اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظم علیمون. خب اگر کسی بخواهد یه نظام اسلامی داشته باشد، راهش همین است دیگر. ولی اگر قرآن بخوانیم و به دستور قرآن عمل نکنیم، با مشکلات فراوانی دارد دیگر. بالاخره یا انسان است یا جن، جنم یا مسلمان است یا کافر. جن کافر که این حرف رو نمی زند. اگر کسی مسلمان شد، ولو جن نباید به کشور خیانت بکنه. این یا بالمباشره یا به تسبیب. و اونهایی که بالمباشره انجام میدن در اثر تسبیب اون پیغمبر است. اونا چون قدرتشون را از قدرت مرکزی میگیرن، شاگردان و پیغمبرن و در اونجا آموختن این کار میکنن دیگر. خب نه معجزه نکردن، معجزه معجزه نبی است. منتها معجزه نبی گاهی معلواسته است، گاهی بلاواسته، گاهی به تسبیب است، گاهی به مباشره. نسبت به اونها کرامت است و نسبت به ولی خدای علی سلیمان سلام الله علیه معجزه است. خب قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک و انی علیه لقوی امین. حضرت فرمود به این که این زمان میبره، من میخوام کمتر از این باشه. منتها این رو در لفظ ذکر نفرمود. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک. تو بخش پایانی سوره مبارکه رد این مطلب
در کنار اون آیه مبسوطاً گذاشت که اگر اون کسی که اندهو علم من الکتاب توانستی همچه کاری بکند، وجود مبارکی هست تعمیز حرام الدلی که اندهو علم الکتاب است قدرت بیشتری دارد. آخرین آیه سوره مبارکه رد یعنی آیه 43 که ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. بر وجود مبارکی هست تعمیز تطبیق شد، اون روایاتش هم خونده شد. خب بالاخره این که خدمت سلیمان است، علم من الکتاب در اختیارش است. اون که علم الکتاب دارد خب مراتب بالاتر است. این شخص حالا آصف برخیا بود که در بعضی از نصوص هست یا فرد دیگر. این گفت قبل از اینکه چشمتون برگردد، نه برگردانی، قبل از رد طرف نیست، قبل از ارتداد طرف است. این چشم که سیار است بالاخره گاهی شرق گاهی غرب همونطور میگردد. قبل از اینکه این دستگاه دید برگردد من این تخت میارم. معلوم شد این مورد تصویب وجود مبارک سلیمان قرار گرفت و به اذن اون حضرت این شخص این کار کرد. اولی مورد تصویب قرار نگره، حضرت اذن نداد، اون افریت منجل این کار رو نکرد. دومی مورد تصویب قرار گرفت، با اذن حضرت سلام الله علیه همراه بود، این کار رو کرده. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که به این عرش به این تخت قبل ان یرتد الیک طرفک. هر دو باید به اذن وجود مبارک حضرت باشد. اولی رو اذن نداد، دومی رو اذن داد و تخت حاضر شد. فلما رآه مستقرًا عنده، گفتن همان و آوردن همان، تخت از یمن به فلسطین آمد. فلما رآ وجود مبارک سلیمان این تخت را پیش خودش، قال هازا من فضل ربی، این حضور تخت با این عظمت از فاصله دو کمتر از یک چشم به هم زدن از قدرت الهی است. هازا من فضل ربی، تا خدا ما را بیازماید ببیند ما شاکرین یا کفران نعمت داریم. لیبلونی اشکر ام اکفر. گفتن شکر دو خصیصه دارد، یکی قید موجود است، یکی صید مفقود. اگر کسی نعمتی دارد شاکر باشد، این شکر دو تا کار میکند، یکی این موجود را به بند میکشد حفظ میکند، دوم اون چرا ندارد او را صید میکند. این که در سوره مبارکه ابراهیم گذشت در این شکرتم لعزیدن نکم، معنیش همین است، یعنی غید الموجود و سید المفقود. این که فرمود من اضافه می کنم یعنی اونی که دارید حفظ می کنم، اون چیزی که ندارید به شما می دم. این خصیصه شکر است. کفران نعمت هم در معرض تهدید است، غالبا تهدید الهی به صورت زمینی و تلویحی است، ولی وعده الهی و تحبیب الهی صریح است. این مسئله لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید از همین قبیل است. نفرمود لئن کفرتم لأعذبنکم، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب. یک جا زمین متکلم وحده است، یک جا به صورت اسم ذکر میکنه. غالبا رحمت الهی طوریست که وعده را به صورت صریح و مطابقه، وعید را به صورت ضمنی و تلویحی ذکر میکنه. اینجا هم درباره ذات اقدس اله فرمود من شکر
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ چون خدای سبحان غنی محض است. و من کفر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. این ترجمه این آیات. اما حالا بریم به سراغ این مطالب اصلی. چجور آورده؟ یک، اسم اعظم چیه؟ دو، اون آوردنش از باب حرکت است تا سؤال تفره مطرح بشه یا سرعت سیر مطرح بشه، سه، یا تجدد امثال است که جای طرح تجدد امثال در این گونه مجالس نیست. چهار تجدد امثال یه مطلب دیگه است. اگر جریان آوردن است، یعنی با تغییر عرض آمد، این ممکنه، یعنی با سرعت سیر ممکن است یه چیزی از شرقی به غرب بیاید، این ممکنه. ولی تفره باشد مستحیل است. تفره معناش آن است که حرکت یعنی حرکت هست، او متحرک در آغاز هست بدون پیمودن فاصله مبدأ و منتها در مقصد حاصل بشود، این مستحیل است. اگر حرکت هست تفره بر نمی دارد، فاصله بین آغاز و انجام، مبدأ و منتها، یا در بستر زمین یا زیر زمین یا بالای زمین به احد طرق سلاسه باید طی بشه. اگر موجودی در شرق است بخواهد به غرب برود، یعنی برود حرکت کند، چی چاره ندارد مگر یا زیر زمین یا روی زمین یا در فضا این فاصله را طی کند. و اگر رفتن باشد بدون پیمودن این فاصله، این جمع بین نقیضین است و تفره است و مستحیل. لذا میگن یا حرکت نیست، یا اگر حرکت هست جریان تغییر عرض است و سرعت سیر. برخی ها با تغییر عرض حل کردن، برخی ها با تجدد امثال حل کردن. جریان تجدد امثال چون مبادیش در این گونه از محافل حاصل نیست، طرحش بیهوده است. ولی علا ایهانه چه مسئله سرعت سیر باشد چه مسائل دیگر، در بسته رو کی باز کرد؟ یه اشکال در طی فاصله یمن تا فلسطین است، یه اشکال در گشودن درهای بسته است. اون که به سرعت سیر حل نمی شود، اون که وارد می شود قصرها را یکی پس از دیگری می گشاید، درهای هفتگانه را یکی پس از دیگری می گشاید، این کاری به سرعت سیر ندارد، کاری به تجدد امثال ندارد. خب این بزرگوارا میگن که به وسیله اسم اعظمی که الذی عنده علم و من الکتاب داشت این کار را انجام داد. تو بحثای لله الاسماء الحسنا یا ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، اونجا روشن شد که اسم اعظم لفظ نیست که کسی این الفاظ را یا حی یا قیوم را بگه مشکلش حل بشه. مفهوم نیست تا کسی معنای یا حی و قیوم را بدونه، یا مفهوم الله را خوب تصور بکنه، بتونه مرده را زنده کنه، بسته را بکشاید، از این قبیل نیست. این چنین نیست که عالم با هر جمر اداره بشه، با لفظ اداره بشه، با مفهوم اداره بشه. عالم رو نظم علی حرکت میکنه. اون علت باید قوی تر از معلول باشد. پس بنابراین اونی که مرده زنده میکنه، دور رو نزدیک میکنه، بیمار رو شفا میده، از اسرار درونی خبر میده، الفاظ نیست که مشکل حل کنه، مفهوم نیست که مشکل حل کنه. اونی که ما با او روبرو هستیم الفاظ است، که الفاظ اسماء المفاهیم است، نه از این الفاظ کار ساخته است نه از اون مفاهیم. مفاهیم اسماء المصادیق هست، از اون مصادیق هم کار ساخته نیست. اون مصادیق مظهر یه سلسله واقعیات هست که اونها اسماء الهی هست،
پس ما با اسماء الاسماء الاسماء سر کار داریم، کاری از اینا پیش نمی‌رود. اون که مرحله چهارم است که میگیم به اسماء کلتی ملت ارکان و کل شی، اونه که جهان رو پر کرده. اون اسم یا صغیر است یا عظیم است یا اعظم، اونا راه گشان. اگر کسی به مقامات رسیده است، کمیش با اونها آشنا می‌شود. وقتی با اونها آشنا شد، نظام عالم رو دارد اداره میکند، برای اینکه نظام عالم با اسماء الهی اداره میشود. این که گفته شد و به اسماء کلتی ملأت ارکان و کل شی، زمان و زمین را اسماء الهی اداره میکند. اون اسماء الهی مقامات حقیقی و عینی است و انسان ها مظهر اونها میشوند. اگر مظهر شدند، یعنی اون شمس در این آینه میتابد. خب این وقتی که آینه شد روشن میکند دیگر. اگر آینه در قبال اسم محیی قرار گرفت، خب برکت او مرده زنده میشود. اگر اسم شافی در این آینه تابید، خب دعای او بیمار رو شفا میدهد. اگر اسم رازق در این آینه تابید، به برکت او فقر برطرف میشود. خب پس سخن از الفاظ نیست، سخن از مفاهیم نیست، سخن از موجودات خارجی نیست، بلکه اون حقایقی است که در موجودات خارجی ظاهر می‌شود. موجودات خارجی این آینه‌اند. آینه اگر چون چه شمس نباشه، نور درش نتابد، کجا را نشون میده؟ درست آینه است، اما بالاخره چیزی باید در آینه بتابد دیگر. اونی که میتابد اسم الله است و به اسماء کلتی ملأت ارکان و کل شی. این دیگه با درس و بحث حاصل نمی شود. این راه فکری ندارد که مثلا انسان شه کسی 30-40 سال درس بخونه، کمتر بیشتر درس بخونه، که من میخوام مظهر اسم اعظم بشم. این نیست. این نظیر فقه و فلسفه و کلام و اینا نیست که انسان درس بخونه مرجع بشه استاد، اینا نیست. این تو بخش عملی است که بارها عرض شد که به قداست روح وابسته است. تو بخشای اراده و نیت و اون باز و فضاست، نه تو بخشای علم اصولی تصور و تصدیق و جزم و انگلت بازد. این به قداست روح وابسته است. وقتی به قداست روح وابسته شد، جز علوم نیست، نه جز علوم غریبه با قاف، نه جز علوم غریبه با غیر. این علوم غریبه همشون درس خوندنیست، آدم میتونه درس بخونه یاد بگیره. اما معجزه و کرامت راه فکری ندارد. طهارت روح است، قداست روح است. تو چه کار بکنی که خدا با تو فیض برسونه، اون دیگه تو چه میدونی، من چه میدونم. این دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشا. اما سلیمانی که ذات اقدس را درباره او سنگ تمام گذاشته، ففهمنا سلیمان. درست است که ما کوه و دشت و بیابان و بر و بحر را پیرو این پدر و پسر کردیم، اما ففهمناها سلیمان. وجود مبارک حضرت بخواد بفرماد که اینا تازه مال شاگردان ماست. اگر خود حضرت این تخت را می آورد، دیگه نمیتونستن استدلال کنن که مقام سلیمان از این بیشتره. ما همین مقدار سلیمان رو میشناسیم، ولی وقتی ببینیم شاگردان و یه همچهار میکنن، اجمالا یقین پیدا میکنیم او برتر از این هاست. اما چقدر برتر است ما نمیدونیم. و اگر خودش به مباشره این کار رو میکرد، نه به تسبیح، ما همین مقدار فقط میفهمیدیم که این توان رو داره. اما بیشتر از این توان رو داره از کجا؟ بنابراین وقتی به شاگردانش ارجاع میداد ایکم یعتینی، یعنی من خیلی بیش از اینم، اون که شما کردی تازه به اذن منه. پس مقام وجود مبارک سلیمان خیلی بیش از این هاست، اما چقدر است ما نمیدونیم. پس فتحست دارد که بین مباشره تسبیح فرق است یک. حضرت به مباشره نکرد، به تسبیح کرد دو. مقام حضرت بیش از این هاست سه. و اونی که انده و علم و من کتاب است، اسم اعظم بود، هرچه بود، لفظ نبود، مفهوم نبود، وجود خارجی نبود، بلکه مظهریت اون برای ما و ظاهر بود. چهار بله دیگه روح قدسی دارد که
در بخش پایانی سوره بارکه مجادله داد که و ایدهم به روح منهو، در باره هست عیسی گذشت این که و ایدناه به روح القدس، قداست روح، روح قدسی، اینا از سلخ الفاظ و مفاهم نیستن. وقتی از سلخ الفاظ و مفاهم ندوندن راه فکری ندارن. سحر، شعبده، جادو، همه اینها جز علوم غریبه باقی نست و درس و بحث دارد و آدم میتواند یاد بگیرد، منتها بیراه و کجراه هست و دین حرام کرده. اما این چنین نیست که علم نباشد، یه موضوع دارد، یه محمول دارد، یه نسبت دارد، راه فکری دارد، مفهوم است. وقتی مفهوم شد قابل درس و بحث است. اما اون از طرف مفهوم نیست. مثل اینکه انسان یک کسب دارد، یه ارث، اگر ارث است که در جای کسب حاصل نمیشه، یه پیوند میخواد، چطور پسر از پدر ارث ببرد؟ یا آقا بگه برم زحمت بکشم از پدرت ارث ببرم، میگه این شدنی نیست، یه پیوند خارجی است. شما میخواد با کسب مال فراهم بکنی، بیش از ما ممکنه مال فراهم بکنی، ولی از راه ارث نیست. ارث درس خوندنی نیست، تو میخواد درس بخونی وارث بشی، یعنی چی؟ ای گفتن علما ورثه انبیا، اون راه را دارن میگن. این علمایی که با مفهوم سرکار دارن که اینا وارث نیستن، که اینا علم و دراسه دارن. خب پس بنابراین یه پیوند میخواد، اون پیوند راه علمی نیست، مفهوم نیست. وقتی مفهوم نشود، موضوع نیست، محمول نیست، تصور نیست، تصدیق نیست، برهان پذیر نیست، علم نیست، یه چیز دیگه است. نفس را انسان اگر تقویت بکند خیلی از کارها را بکند و همه اینها محکوم معجزن، برای اینکه قرآن کریم فرمود کتب الله لأغلبن انا ورسلی، همه اینها در برابر معجزه شکست میخورد و اونها راه حلش هم بلد نیستن. از راه مفهوم است، علم است. به اونها میگن اگر شما این ریاضت را بکشی، نفس را تقویت بکنی، فرون کار میکنی. نفس هم همینطور دیگه، منتها ما به حد اقل هم اکتفا نکردیم. همه ما در عالم رؤیای خوابهایی رو که اومیش میبینیم، این خواب میبینیم میشیم، علم غیب پیدا میکنیم دیگر. کسی میشه در مدت عمر خواب صادق ندیده باشه؟ خیلی کمه. یا خودمون دیدیم یا از دیگران تجربه کردیم. رؤیای صادق یعنی علم غیب. ما فهمیدیم که فرون حادثه اتفاق می افتاد دیگه، معنی علم غیب همینه دیگه. چرا علم غیب داریم؟ برای اینکه این موجودات قبل از اینکه تو عالم طبیعت بیان، تو عالم مثال هستن. این منشن الا اندنا فضائله و نازل الا بقدر معلوم هستن، تو عالم قضا و قدر هست. روح هم مجرد از زمان و زمینی نیست، این روح مجرد با او ارتباط پیدا میکنه، بعد میبیند حالا یا با تعبیر یا بی تعبیر که همچاسی اتفاق میفتد و میفتد. اگر ما بیداری ها من را کنترل کنیم، خیلی از ماها به غیب میرسیم، منتها این یه سقفی دارد. اونا با این ریاضت این بدن را محروم کردن از اشتغالات، در حال بیداری مثل خوابن. ما چرا در خواب غیب را میبینیم؟ برای اینکه مزاحم نداریم. این پنج مزاحم یعنی حواس پنجگانه مزاحم ماست. روح که نمیخوابه که، این حواس ظاهری است که میخوابه، وگر روح که داره سفر میکنه. منتها اگر کسی این روح را نپرورانده باشه، مشغول گعده میشه. صبح که پاشد یه مشت از واسه احلام یادشه. اگر او رو تربیت کرده باشه، به دیار مرسلات میره. خب اگر کسی ریاضت کشیده باشه، این روح رو کنترل میکنه، خواسته های بدن رو کنترل میکنه. انسان در حالت بیداری مثل خوابه، مزاحمی نداره، چون نه توجهش به شرق است، نه توجهش به غرب است، نه به خوردن است، نه به پوشیدن است، نه به نوشیدن است. برنامه‌ای ندارد جز توجهات غیبی. وقت روح هم که مجرد است با غیب تماس میگیرد. غیب، اون غیب گاهی راست است، گاهی دروغ است، به مانند آن. اما کسی که دارای روح قدسی هست و ایدهم به روح من هست و آینه شد تا اسماء الهی در اون بتابد، اون جز حق چیز دیگر نمی‌بیند. لذا فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی،
و ان جندنا لا هم الغالبون، هیچ معجزه مغلوب نمیشه، هیچ پیامبری مغلوب نمیشه. بنابراین این که فرمود هر کس شوکت برای خود شوکت و ای کسی کفران کرد پروردگار بی نیاز است، برای آن که تمام ملک و ملک را ذات اقدس دارد، کمبودی ندارد، نیازی ندارد که یک کسی او را شکر بکند یا اگر کفران کرده است او برنجد. والحمدلله رب العالمین.